خب دوستان عزیز، اگر که اجازه بفرمایید کلاس رو شروع بکنیم، مباحث کلاس رو در واقع و در خدمت شما باشم. صدای من رو که دارید دوستان؟ بله بله بسیار عالی. خب دو تا بحث مهم رو قرار هستش که من امروز خدمت شما عزیزان باشم و در موردش با همدیگه بحث بکنیم. اولین بحثمون در رابطه با شناسایی سیگنال های سیفتی هست یا سیگنال های عوارض دارویی هستش و مطابق اون بعد از اینکه با هم روی این صحبتی داشتیم و حالا یه کار گروهی هم خواهیم داشت در رابطه با کار سیگنال ها، بعد از اون ما در واقع بحث ریسک بنفیت اسسمنت رو با هم دیگه دنبال میکنیم. بحثی رو که در واقع الان در ابتدا میخوام که خدمتتون شروع بکنم در رابطه با سیگنال دیتکشن هست و اهدافی رو که ما میخوایم در این بحث با هم دیگه دنبال بکنیم این هستش که اصلا ببینیم تعریفی که برای سیگنال داریم چی هستش. شما عزیزان احتمالا خیلی با این واژه در کار فارماکوویجیلنس مواجه شدین تحت عنوان سیگنال دیتکشن، حالا یا ازتون خواسته شده یا جاهای خوندین یا در حال انجامش هستین. میخوایم یه بار با همدیگه اصولی بدونیم که اصلا یه سیگنال، یعنی سیگنال، حالا به طور اختصار میگیم سیگنال، منظورمون همون دراگ سیفتی سیگنال ها هستن دیگه. ببینیم که این سیگنال چجوری در واقع در سیستم فارماکوویژیلنس تعریف میشه، دفینیشنش چی هستش، این سیگنال ها به چه روش هایی بایستی که دیتکت بشن، چطوری ما میتونیم اولین علائم مربوط به عوارض دارویی رو شناسایی بکنیم، چه روش هایی داریم و چه متدولوژی هایی برای این کار داریم. دیگه اینکه میخوایم ببینیم که سورس هایی رو که برای شناسایی سیگنال ها ما داریم کدوم هستن، این در از چه منابعی ما اصلا میتونیم استخراج بکنیم سیگنال های عوارض دارویی رو و بر مبنای سیگنال هایی که تا به امروز حالا باش سر و کار داشتیم چه انواعی از سیگنال ها رو میتونیم داشته باشیم، یه کلاسیفیکیشن روی سیگنال ها داشته باشیم، یه اشاره این میخوام داشته باشیم به روش های کوانتیتیتیوی که امروزه برای شناسایی سیگنال ها مورد توجه قرار گرفته. و بعد ببینیم که وقتی سیگنال ها دیتکت میشن اسسمنتشون به چه صورت هست، چجوری باید ارزیابی بشن، چجوری باید مدیریت بشن، چه منیجمنتی باید روی این اطلاعات داشته باشیم. و یه اشاره هم خواهیم داشت، در واقع توضیح میدیم که این سیگنال ها در پرونده های PSUR به چه شکل باید وارد بشن و طبق اصول GMGBP از ما چجوری خواسته شده که سیگنال ها رو بشناسیم و سیگنال ها رو چجوری وارد پرونده های ادواری سیفتی دارومون بکنیم. و بعد هم که حالا یه مثال های در این زمینه رو که در واقع در راهنمای ICH گنجونده شده با هم دیگه مرور میکنیم. پس این میشه اهداف بحث امروز ما که در خدمت شما عزیزان هستیم. خب خاطرتون هستش که ما به هر حال از امروز روز در واقع هشتم هست، درسته؟ روز هشتم کار برنامه من هست، یعنی سه روز ما داریم دیگه، هشتم و نهم و دهم. در هفت روز گذشته ما بخوام یه اوورویو بدیم، هر حال روی لزوم فارماکوویژیلنس با هم صحبت کردیم، بعد نگاه کردیم دیدیم که سیستم فارماکوویژیلنس چه اجزایی میتونه داشته باشه برای اینکه بخوام پیادش بکنیم در شرکت دارویی. این اجزا رو با هم مورد بررسی قرار دادیم و بر مبنای اون اجزا فازهای مختلف رو یکی یکی با هم دیگه اومدیم جلو، از جمله این که صحبت کردیم که چطوری باید گزارش ها رو شناسایی بکنیم، اصلا کلن اتفاقات مربوط به دارومون رو دیتکت بکنیم، چجوری دیتا کالکشن داشته باشیم،
دیتایی که کالکت میکنیم، حالا از منابع مختلفش رو نام بردیم، کار کردیم با هم، بعد گفتیم که اینها رو چجوری میخوایم که حالا سر هر گزارش ما بیایم ریویو بکنیم که اسسمنتش به چه صورت باشه. خاطرتون هست؟ یعنی یه individual case assessment رو ما راجبش صحبت کردیم که از جمله شاخص‌ترین کارهایی که ما انجام دادیم چی بود؟ این بود که گفتیم case causality assessment باید به چه صورت باشه، preventability assessment باید به چه صورت باشه، seriousness assessment بر مبنای چه کرایتریایی هستش، چه definitionی هست. صدا قطع و بست میشه؟ دوستان همه این مشکل رو داریم؟ قطع و بست صدای منو؟ بله. یه چند لحظه کوتاه بود. خب بذارین ببینم مشکل از چیه که بعد. خب الان صحبت میکنم، میخواد ببینیم بهتر شد یا نه، به من فیدبک بدین. باشه، الان همین الان که صحبت میکنم بازم قطع وصلی دیده میشه تو صدا یا روان میشنویم؟ خیر خیر خیر. خب پس ادامه میدیم، اگر که مشکل پیدا شد که بفرمایید که من ببینم باز مشکل از چی هستش. خب این پس یک کار individual case assessment بود که ما گفتیم که به هر حال روش انجام بودیم. اما ما فقط نمیخوایم که سیستم در سیستم فارماکوویژیلنس بیاییم صرفا تک تک گزارش ها رو یه بررسی بکنیم، حالا یه اکشنی روش داشته باشیم نهایتا و بذاریم کنار، بلکه ما باید روی گروهی از داده هایی هم که به ثبت رسوندیم در واقع کار بکنیم. درسته؟ یعنی هدف یک سیستم فارماکوویجیلنس صرفا این نیستش که بخوایم بیایم چه کار بکنیم، هی دونه دونه گزارش ها رو ببینیم، کیس کازالتی اسسمنت انجام بدیم، مثلا حالا نهایتا بخوایم اطلاعی بدیم، کاری بکنیم و بذاریم کنار. بلکه ما یه اگریگیتد کیس اسسمنت هم باید روی گزارشاتمون داشته باشیم، کاری که یه مقدار دیده میشه که ضعف وجود داره درش. امروز ما اونجایی که میبینیم از این قبیل گزارش ها کمتر بیرون میاد، یا حالا اگر هم انجام شد ما گزارشاتش رو نمیدیم. و بحث سیگنال دیتکشن و ریسک بنفیت اسسمنت عمدتا در این قسمت دوستان قرار میگیره، اگرچه که حالا سیگنال رو ما توضیح میدیم که روی یک دونه کیس هم ما میتونیم سیگنال داشته باشیم که بهش بگیم بعد از سیگنال کیفی، ولی به طور کلی چون یعنی اگر بخوایم به اگریگیتد اسسمنت ببینیم چه کارهایی میشه توش انجام داد، بحث سیگنال دیتکشن و ریسک بنفیت اسسمنت درش میگنجه. خب حالا اگر که ما بخوایم که یه تعریف و دفینیشن از سیگنال داشته باشیم، ببینیم که در واقع تعریفی که WHO داره چی هستش. ببینید دوستان، ما گفتیم که در سیستم فارماکوویجیلنس ما داریم یک سری اطلاعات جمع آوری می کنیم در رابطه با سیفتی فرآورده های دارویی، که این اطلاعات طبق اون چیزی که یادتونه راجع به تالیدومات صحبت می کردیم، بعضا قبل از اینکه دارو بخواد وارد بازار بشه برای ما شناخته شده نبودن، یا اینکه یه آرزه یک مشکلی رو با دارو توی اون فازها ما شناسایی کردیم با علم به اینکه آره دارو میتونه این مشکل رو ایجاد بکنه و یه بازار کردیمش و حالا ممکنه که اطلاعاتمون در موردش تکمیل بشه. ما یه وقتایی به هر حال عوارضی رو که شناسایی کردیم چه اتفاقی میفته
این اتفاق میفته که مثلا ممکنه که فراوانیش رو توی جمعیت ها بهتر شناسایی بکنیم، حتی متفاوت بشه با اون چیزی که توی ترایال های قبلی شناسایی کردیم، یعنی ترایال های پر مارکتینگ یا شدت آرزمون به هم ترتیب. پس مدام داره برای ما یک سری اطلاعات جدید میاد و شاید بتونیم بگیم که مصرف داروها واقعیت این هست که با خیلی از اتفاقاتی که در جهان هستی برای انسان میفته ممکنه که مرتبط باشن. یعنی ما نمیدونیم که خیلی هاشو به اثبات رسیده، ولی حالا حجم و گستردگیش رو شاید واقعا ندونیم چقدر هستش، ولی میدونیم مثلا این هم به هر حال میدونیم که یک سری از داروها کانسرژن هستن، مثلا ایجاد کانسر میکنن، ولی نمیدونیم که واقعا آیا این همه آمار بالای کانسر میتونه ربطی داشته باشه به اثر دارو یا نه، یعنی میتونه یکی از عوامل اصلی باشه، یا خیلی از بیماری هایی که توی این عصر شروع شده پیدایشش و ما حالا یا روش یه خود کار کردیم یا نکردیم یا شناسایی کردیم یا عواملش خیلی نمیدونیم چیا هستش، مثلا میگیم به اعصاب ربط داره، فلان ربط داره اینها، ولی آیا واقعا اینها میتونه به عصر دارو ربط داشته باشه؟ پس اینو داشته باشیم که این اطلاعات که در رابطه با دارو داریم همش ممکن اطلاعات جدیدی به ما برسه و حتی غیر منتظره. حالا اون اطلاعاتی که گزارش میشه در رابطه با اینکه یه ارتباط احتمالی بین یک ادورس ایونت و مصرف یک دارو وجود داره، در حالی که این ارتباط قبلا آنان بوده یا اینکه به طور کامل شناسایی نشده باشه، این اطلاعات رو بهش ما میگیم سیگنال. درست شد؟ پس در واقع سیگنال میاد یک فرضیه این هستش بر مبنای اطلاعاتی که به دست ما رسیده. شاید این شکلی هم بتونیم بهش نگاه بکنیم. یعنی در واقع جنسش از یک سری از اطلاعات هست، اینفورمیشن هست. چه اینفورمیشنی؟ اینفورمیشنی که داره به ما نشون میده که یه ممکنه پاسیبله، خب پاسیبیلیتی رو داره به ما نشون میده، ممکنه که من یک ارتباط علیتی ببینم یا تشخیص بدم یا بعدا برام به اثبات برسه در رابطه با یک ادورس ایونت و مصرف یک دارو. این اطلاعاتی که داره یک ارتباط احتمالی اینچنینی رو برای من مطرح میکنه در شرایطی که قبلا ناشناخته بوده، چون شما ممکنه الان یک سری اطلاعات دستتون برسه قبلا براتون شناخته شده بوده، هیچ چیز جدیدی به شما اطلاعاتتون اضافه نمی کنه. درسته؟ مثلا فرض بفرمایید که آنافیلاکسی با پنیسیلین با تمام اون مشخصات تیپیکالش به مرکز شما میرسه، آیا ما اینو میتونیم یه سیگنال به تنهایی قلم داد بکنیم؟ خیر. درسته؟ مگر اینکه شما بیاین همون آنافیلاکسی که شناخته شده هستش رو یک دفعه ببینید با یه ویژگی های جدیدی داره اتفاق میفته که قبلا با داروی شما اتفاق نمیفته، یا اینکه اینم حالا چون آنافیلاکسی رو من مثال زدم، البته گفتم با پنیسیلین، خب ولی آنافیلاکسی ممکنه برای یه داروی دیگه، برای داروی شما که تازه مارکتش کردین و تا حالا کیس آنافیلاکسی باش گزارش نشده، الان وقتی بیاد این برای شما یه سیگنال تلقی بشه. چرا؟ چون شما قبلا با داروی خودتون آنافیلاکسی نداشتید. ببینید خود آنافیلاکسی به عنوان یه ادورس ایونت میشه یک اتفاقی که در جهان اتفاق میفته به دلایل مختلف، از جمله دارو، غذا یا هر عامل حساسیت‌زای دیگری، ولی با داروی شما تا حالا ازش گزارشی نداشتیم. خب وقتی که میاد با داروی شما به شما گزارش میشه، شما میگین که پس من دارم یه ارتباط علیتی رو حدس میزنم که قبلا ناشناخته بوده برام،
و تا حالا گزارشش رو نداشتم. حالا میخوام بگم پس ممکنه داروی من بتونه آنافیلاکسی ایجاد بکنه. پس به این که خود اون علائم قبلا شناخته شده، صرف این ما به این اعتبار نمی کنیم، به اون رابطه داریم نگاه می کنیم که میتونه برای شما سیگنال باشه. یا اصلا ممکنه که اون اتفاقه یه چیز عجیب و غریب و جدیدی باشه که مثلا اصلا با داروهای دیگه هم وجود نداشته، اصلا با داروی شما آمده دیده شده. پس این هم هست. حالا پس در واقع هر ارتباط احتمالی رو ما میتونیم یه سیگنال تلقی بکنیم و مهم هست برای که در آینده مورد بررسی قرار بگیره. یادمون نره که یه سیگنال ممکنه که اشاره باشه باشه به اطلاعات جدید در مورد یه رابطه‌ای که قبلا شناخته شده. یعنی ما یه نان اسوسییشن ممکنه داشته باشیم بین دارومون و یک عارضه. مثلا به سادگی همون، چون میخوایم مثالمون ساده باشه، همون آنافیلاکسی با داروی شما یا اصلا با پنیسیلین بگیم که خیلی دیگه معروف هست، ممکنه یه زمان سیگنال بشه. چجوری؟ شما مثلا بیاید ببینید توی یک جمعیت خاصی دارین با فردانی بیشتری میبینید، یا توی یک پریود زمانی خاصی دارین با فراوانی بیشتری میبینینش. همون آنافیلاکسی معروف با پنیسیلینه، ولی اطلاعاتتون جدید در مورد یک نان اساسیشنی که قبلا داشتید. اینجا بازم اون میتونه برای شما سیگنال تلقی بشه. و این رو هم دوستان خاطرمون داشته باشید که یک سیگنال معمولا برای که شکل بگیره ما بیشتر از یه گزارش براش لازم داریم تا بتونیم سیگنال رو تشخیص بدیم یا اسم سیگنال رو بهش در واقع اطلاق بکنیم. ولی در این حال WHO میگه که ما میتونیم حتی با یک گزارش هم یک سیگنال رو شناسایی بکنیم اگر که کیفیت اطلاعاتمون خیلی تکمیل باشه و سیریسنس آرزمون هم به هر حال اینجا مهم هستش دیگه، که بتونیم یعنی اونقدر جدی باشه گزارش و اونقدر تکمیل باشه و اونقدر در واقع جای شک و شبهه برامون نذاره که این ارتباط ممکنه وجود داشته باشه. ببینید روی اون پاسیبیلیتی میگم رد جای شک و شبهه نداشت نظره ها، نه اینکه کازالیتی شما قطعی باشه. شما ممکنه که کازالیتیتون سرتین نباشه با یه گزارش، خب، ولی داره یه پاسیبل کازال ریلیشنشیپ رو براتون مطرح میکنه. اینجا به همون یه دونه گزارش هم شما میگین میتونید بگید سیگنال. درست شد؟ خب تعریف سیگنال پس براتون جا افتاد. سوالی نیست تا اینجا توی این تعریف، چون مهم هست. اگر سوالی هست بهش بفرمایید. برای تا بریم به اسلاید بعدی، خب یا اینکه باز یه جور دیگه بخوام بگیم تعریف سیگنال از یه زاویه دیگه، یک هشدار هست از هر منبع ممکن مبنی بر اینکه یک دارو ممکنه با خطری همراه باشه که تا کنون ناشناخته بوده، یا از نظر کمیت مثلا فراوانی بیش ایجاد فراوانی بیشتر، یا کیفیت مثلا ایجاد شدت بیشتر با اطلاعات موجود متفاوت باشه. مثلا کیفیت مثل چی؟ مثل اینکه شما فرض بفرمایید که میبینید داروتون مثلا افزایش گذرای آنزیم کبدی ایجاد میکرده، ولی الان گزارشاتی دارید که یه دفعه هپاتیک فیلیر باش دارین میبینید، مثلا که یه شدت با شدت خیلی زیادی داره عارض کبدی براتون میده. این میشه پس چی؟ میشه براتون در واقع یک سیگنال. یعنی در واقع یا مثلا آرزتون در قبل خفیف بوده، آرزه که شما میشناختینش مورد مرگی باهاش گزارش نشده بوده، ولی حالا میبینید شدتش در حدی شده که منجر به مرگ میشه. پس این میشه برای شما یک سیگنال. کمیت هم که دیگه مشخص هستش دیگه که منظور چی هستش.
طرف دیگه در مورد سیگنال میتونیم بگیم اولین علائم مربوط به شکلگیری یک عارضه جدید هست که منجر به شکلگیری یک فرضیه میشه. فرضیه که اثبات اون منجر به تایید وجود یک عارضه جدید و ناشناخته یا تکمیل اطلاعات در رابطه با یک عارضه شناخته شده میشه. حالا این هم باز توی فرمای مختلف خواستیم که سیگنال رو بیانش بکنه. میدونیم که خیلی از عوارض دارویی که ما شناسایی میکنیم، آیا به نظرتون اتفاقات بالینی جدیدی هست که در هستی داره اتفاق میفته؟ از حیث خود اون رویداد بالینیه، همیشه اون رویداد جدیده؟ نه نه، درسته. ما یک سری رویدادهای اکثرش اتفاقا رویدادهایی که شناخته شده است، حساسیت فرم حساسیت بدن من مثلا راش میزنه خارج داره، یا اینکه فرض بفرمایید که سردرد گاستریک پین، نمیدونم خونریزی گوارشی، دردای عضلانی، مگه اینا اتفاقات جدیدی هست که برای بدن انسان میفته؟ نه، اینا همه رویدادهای بالینی هست که قبلا شناخته شده، منتها در واقع عوارض دارویی میشه همین اتفاقات، منتها ما یه دلیل جدید اومدیم براش پیدا کردیم که اون دلیل جدید چه هستش؟ عارضه هستش، عارضه دارویی هست. یعنی در واقع یک سیگنال گاهی اوقات یک علت جدید میده برای یک بیماری قدیمی. یعنی تا امروز میدونستیم که مثلا افراد ممکنه که دوچار فرض بفرمایید مثلا هپاتیک فیلیر بشن به دلایل مختلف. حالا میبینیم که یکی از دلایل میتونه مصرف فلان دارو باشه. تا حالا مثلا میدونستیم که افراد ممکنه که دوچار فرض بفرمایید که کانسر تخمدان بشن. حالا میبینیم که یکی از اون دلایل ممکنه مصرف داروی من هم باشه. از دلیل جدید پیدا می‌کنیم برای یک بیماری قدیمی که وجود داشته. یا مثلا ترومبوآمبولی ناشی از کنتراسپتیوا که بعداً شناخته شد. خب ترومبوآمبولی‌ها یه اتفاقات جدید که نیستن، که به دلایل مختلفی همیشه می‌بینیم اتفاق می‌افته. ولی بعد دیدم که یکی از دلایلی که داره حالا باش اتفاق میفته مصرف کنتراسپتیو هست. پس این هم در واقع سیگنال رو به این شکل یادمون باشه میشه نگاه کرد که به صورت یک علت جدید برای یک عارضه قدیمی. این نموداری که الان ملاحظه میفرمایید چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که ما توی مراحلی که برای شکل‌گیری یک سیگنال داریم معمولا با یک منحنی اس شکل مواجه هستیم. این منحنی اس شکل به چه صورت هستش؟ سه تا فاز مختلف داره. فاز اول سیگنال جنریشن، فاز دوم سیگنال استرینگتنینگ و فاز سوم سیگنال فالو آپ هستش. در فاز اول چه اتفاقی میفته؟ این فازی هستش که سیگنال من اصلا داره شکل میگیره. از زمانی که ما دارومون وارد مارکت میشه تا زمانی که این سیگنال جدید شکل بگیره یه زمانی میبره. یه لگ تایم وجود داره. درسته؟ مثلا شما فرض بفرمایید که عارضه کلیت سودوممبران ناشی هست کلیندامایسین، همیشه اینجا مثال میزنیم، میگیم که وقتی که اومد وارد بازار شد دهه 70 کسی نمیدونست این عارضه رو میتونه بده. گزارش اومد در واقع تا وقتی که این سیگنال شکل بگیره یه 3 سالی طول کشید و بعد اطلاعات روی این سیگنال اومدن در واقع گزارش رو ریپورت کردن، به هر حال در نشریات چاپ رسید، روش بررسی شد و تقویت شد. یه مدت طول کشید که سیگنال ما تقویت بشه تا اینکه واقعا بفهمیم که این ربط داره به این قضیه و جزء عوارضش بگنجونیم و در نهایت فاز بعدش این میشه که فالو آپ بشه این سیگنال که ببینیم حالا
آیا اتفاقی باهاش میفته، با اقداماتی که ما انجام میدیم میشه کاهشش داد، یا اینکه مثلا تأیید بیشتر روش میگیریم، یا اینکه نه مثلا اطلاعات متضادی و متناقضی دریافت میکنیم که میتونه احتمال نقش داشتن داروی ما رو تو اون عارضه حتی ضعیف بکنه. همه اینا هستش دیگه توی اون فاز فالوآپ، ما همه این مسائل رو داریم. اگه بخوایم این نمودار رو بکشیم، یه منحنی اس شکل باش مواجه هستیم و بنابراین خیلی برای ما مهم هست که اون فاز به اصطلاح جنریشن و اسنتینیم رو کوتاهتر بکنیم، به خاطر اینکه خب خیلی سریعتر شناسایی بکنیم آرزمون رو و بالاخره تکلیفش رو معلوم بکنیم که این آرزه چی هست، چه اتفاقی داره باش میفته، اگر کاری میتونیم بکنیم پیشگیری بکنیم، به هر حال از اینکه مردم بیشتری بخوان تحت تاثیر آرزو قرار بگیرن جلوگیری کرده باشیم. و یکی از چیزهایی که کمک میکنه به اینکه ما این فازمون رو کوتاه‌تر بکنیم چی هستش؟ فکر میکنین؟ میگیم چه خوبه دیگه این کار، خوبه که ما یه کاری بکنیم که فاز شناسایی سیگنالمون کوتاه‌تر بشه. حالا یکی از مهمترین کارهایی که برای شناسایی سیگنال ها به صورت پست مارکتینگ میتونیم انجام بدیم که این دوره رو کوتاه‌تر بکنه چی هست؟ بسیار عالی، ممنون خانم دکتر. همین رو میخواستم بگم که در واقع ریپورت مداوم، همین کار اسپانتنوس ریپورتینگ، همین کارهای ریپورتینگی که ما داریم میگیم. پس ببینید یکی از دلایلی که ما همش رو ریپورتینگ کار میکنیم، در دنیا کار میشه، میگن ریپورت بشه ریپورت بشه ریپورت بشه، به خاطر اینکه همین سیگنال ها سریعتر شناسایی بشه، سریعتر انجام بشه و اون لگ تایم رو بتونیم کوتاه‌ترش بکنیم. سورس های سیگنال ها چه مواردی میتونن باشن؟ یعنی ما پس الان تعریف سیگنال رو با هم دیگه دیدیم، منحنیش هم با هم نگاه کردیم، حالا میخوایم ببینیم که از چه منابع این چه سیگنال ها رو شناسایی کرد. خب برای شناسایی سیگنال ها یه موقع هستش که من میام توی دونه دونه بیمارانم نگاه میکنم، اونها که عارضه دادن، یعنی به صورت ایندیویژوالی بررسی میکنم و بر اساس مشاهداتم در ایندیویژوال پیشنت سیگنال رو میتونم استخراج بکنم و در واقع اطلاعات ایندیویژوالی برای من یه منبع استخراج سیگنال قرار بگیره. یه موقع هستش که نه، من میتونم که در جمعیت ها، یعنی در تعداد زیادتری از افراد نگاه بکنم، مشاهده داشته باشم، یک سری کارهای آماری انجام بدم و سیگنالم رو استخراج بکنم. و در نهایت ما توی یافته های اکسپریمنتالمون هم میتونیم که یه منبع استخراج سیگنال رو داشته باشیم. خب بریم ببینیم هر کدوم از اینا به چه صورت میتونه باشه. اگر که برمنای در واقع سورس سیگنال، ما میتونیم که یه طبقه بندی داشته باشیم. اگر که سیگنال من بر مبنای مشاهدات من در ایندیویژوال پیشنتس باشه، من سیگنالم رو کوالیتیتیو قلمدادش میکنم، یعنی بهش میگم سیگنال کیفی، اسمش روشه دیگه. ما بر اساس تعداد و یعنی کمیتی نیست، اونجوری نیستش که اومده باشیم ضرب و تقسیم کرده باشیم، کار آماری کرده باشیم، متدولوژی آماری خاصی به کار برده باشیم سیگنال رو استخراج بکنیم. نه، الان اومده یه کیس دست شما است، یک آرزه احتمالی با داروتون، و شما فکر میکنیم که شاید یه رابطه وجود داره بین این اتفاق و آرزه در این فرد، اون رو سیگنال تلقی میکنیم، درسته؟ حالا در یک فرد میتونه باشه یا در چند تا فرد، چون معمولا چند تا دونه ای هم باشه میره تو همین بحث کوالیتیتیو دیگه. که خب اینا رو چه شکلی میشه به دست آورد؟ میتونه اسپانتنس ریپورتینگ سیستم ها منشأ خیلی خوبی باشه براشون، چون که در واقع اون اتفاقات نادر رو و وری ری رو گفتیم میتونیم توش استخراج بکنیم و طبیعتا انتظار نداریم در رابطه با اتفاقات ری رو وری ری حالا تعداد گزارشات اونقدر زیاد باشه برای ما.
معمولا با تعداد گزارش های کمتری میتونیم اینا شناسایی بکنیم دیگه. یا اینکه توی لیترکچر اون گزارش های موردی توصیفی که ممکنه بیاد میتونه منشأ شناسایی سیگنال های کیفی باشه. باز حالا سیستم های پی ای ام و اینتنسیو هاسپیتال مانیتورینگ که در انگلستان و سایر کشورهای دیگه هم هست باز میتونه منشأ استخراج سیگنال های کیفی و کوالیتیتیو برای ما باشه. اما در مقابل سیگنال های کوالیتیتیو طبعا چه نوع سیگنال هایی داریم؟ سیگنال های کوانتیتیتیو رو داریم یا سیگنال های کمی که در واقع بر مبنای کارهای استاتیستیکالی هستش که ما انجام میدیم. یعنی شما یک سری دیتا آمدیم در تعداد نسبتا زیاد یا قابل قبولی برای انجام تست های آماری استخراج کردین، اون تست ها رو روی اونا ران کردین و بعد اومدین اون در واقع به این نتیجه رسیدین که یه اساسیشنی اینجا داره به شما نشون میده بین یه سری اتفاقات با یک سری داروهایی که شما ازش گزارش گرفتین یا دارو خودتون که ازش گزارش گرفتین. حالا در ادامه بحثاشو یه خورده بازتر می‌کنیم، کارهای آماریشو با هم یه نگاهی خواهیم داشت. خب اینجا معمولا چون کارهای استاتیستیکال باید به هر حال روی انبوهی از داده ها انجام بشه که اون پاور مطالعهمون قابل اعتماد باشه، معمولا تو لارج اسپونتنیس ریپورتینگ سیستم ها بیشتر اینها استخراج میشن تا مثلا یه اسپانسرنس ریپورت کوچولو. یا خود پی ام باز کارهای آماری میشون به هر حال زیاد اطلاع جمع میشه، تو مطالعات کیس کنترل میتونه منبعی باشه برای استخراج کوانتیتیتیو سیگنال ها و همطور اینتنسیو هاسپیتال مانیتورینگ هم به همین صورت. از لحاظ یافته های اکسپریمنتال هم بر مبنای اون چیزی که شما در مطالعات انیمال توکسیکولوژی به دست میارید میتونه منشأ پیدایش یه سیگنال برای شما باشه، یا توی در واقع مطالعاتی که توی این ویترو هستش باز میتونید مشاهداتی داشته باشین که بر شما بتونه سیگنال تلقی بشه. خانم دکتر سفید پی فرمودن که من هنوز اسلاید قبلی رو میبینم، اسلاید الان درست شد؟ شما حق داشتین خانم دکتر، رد نشده بود، ببخشید. مرسی که گفتین. اسلاید لارج و اسلاید اکسپریمنتال فاندینگز اینجا هستیم. خیلی بریم اسلاید بعد. چه فاکتورهایی وجود داره که میتونه دیتکشن سیگنال رو برای ما در واقع زمینش رو فراهم بکنه، یعنی شرایط رو مناسب تر میکنه برای ما برای شناسایی سیگنال ها، یا به عبارت دیگه در چه شرایطی شناسایی سیگنال ها راحت تر صورت میگیره؟ این شرایط به سه تا عامل میتونه ربط داشته باشه. یکی به ماهیت اون ایونت بالینی که ما بهش مواجه هستیم و به عنوان یک عارضه احتمالی داریم در نظرش میگیریم. یکی به اکسپوژر داروی ما، یعنی در واقع به اینکه میزانی که افراد مواجهه داشتن با دارو. و حالت بعد چی هستش؟ به ماهیت خود اون عارضه. خب ادورس ریاکشنی که ماهیتاً داره با دارو اتفاق میفته، این رو با اون اولی بینش تفکیک بکنیم، با اون کلینیکال ایونت. وقتی میگیم اونجا کلینیکال ایونت، منظورمون کلینیک داریم ماهیت ایونتی رو که به صورت خود به خودم در جمعیت اتفاق میفته راجبش صحبت میکنیم. ولی وقتی که ادورس ریاکشن میگیم، دیگه اینجا فرض این هستش که اگر اتفاق عارضه داروی من باشه، خود اون عارضه چه ماهیتی داره. خب پس یه تفاوتی اینجا هستش. برگردیم به اسلاید قبلمون، یکی یکی صحبت بکنیم راجع بهش. خب فکر میکنید که
ایونت بالینی که من میخوام بهش مشکوک بشم که ممکنه یه آرزه باشه و به یه سیگنال بر من شکل بده، اگر که با فرکانسی پایین اتفاق بیفته به طور نچرال، با فرکانسی پایین اتفاق بیفته من راحت تر دیتکت میکنم سیگنال رو، یا اینکه اگر با فرکانسی بالاتر اتفاق بیفته. بالاتر بالاتر بالا، بله آقای دکتر احمدی فرمودن کمتر، بسیار عالی خانم دکتر لعالی، انگلیسی تایپ شد. بسیار عالی. خب جمعیت دوستان معتقدند که با فرکانسی بالاتر اتفاق بیفته، دکتر احدی مخالف هستن، میفهمم که با فرکانسی پایین تری اتفاق بیفته. خب آقای دکتر احدی، از اونجا که جواب شما صحیح هست، امکانش هست یه توضیحی بفرمایید؟ اگر که امکان دسترسی، بله. میکروفون شما الان فعال شد آقای دکتر؟ نشد. میکروفونتون فکر کنم فعال شد آقای دکتر. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران. وقتی یه عارضه زیاد اتفاق فقط من بیفته، صداتون رو ندارم. بقیه همکارام ندارن صدای من رو؟ دوستان صدای آقای دکتر دارین؟ شما میشنوین؟ چرا من اینجوری میشم؟ خب آقای دکتر توضیح بفرمایید برای دوستان، هر وقت تموم شد بگین من بعد میام صحبت میکنم و هر من صداتون رو ندارم، ولی حالا که بس هستین شما توضیح بفرمایید بعد من میام روی صحبت شما توضیح میدم که ببینیم دلایلمون با هم منطبق هستش یا نه. هر وقت صحبتتون تموم شد به من برای من بنویسید. چشم. اگه مثلا یه عارضه مثل سردرد باشه که غیر از دارو به دلایل مختلف دیگه ممکنه که اتفاق بیفته، شیوعش زیاد باشه، وقتی در اثر دارو هم عارضه اتفاق بیفته، شناسایی و اثبات این رابطه یا اینکه اصلا شک بکنیم به این رابطه سخت میشه. ولی اگر یه عارضه است که خود به خود اتفاقش نمیفته یا خیلی نادر هست وقتی رخ میده، احتمالی که بخوایم به دارو رفت بدیم راحت تر میشه و بهتر میشه بررسیش کرد. به صورت معمول هم در جامعه اتفاق میفته با یه درصدی، یا اگر داروی من داره پوکی استخوان ایجاد میکنه، پوکی استخوان به صورت معمول هم در جامعه اتفاق میفته با یه درصدی. اون درصد پایه که بدون مصرف داروی من هم توی جمعیت اگر بگیرم که داروی من مصرف نکردن به صورت پایه اتفاق میفته، بهش گفتیم که background incidence. خاطرتون هست؟ یا مثلا استاد غلامی همیشه مثال داروهای ضد سر رو میزنن که میگن داروی ضد سر اگه ما دوتا جمعیت مثلا حالا آماری مناسب رو بگیریم، میبینیم که در خانم که یک گروهشون خانمای بارداری باشه داروی ضد سر مصرف نمی کنن، یک گروه خانمای بارداری باشن که داروی ضد سر مصرف می کنن. در اون گروهی که خانمهایی که داروی ضد سر مصرف نمی کنند هم ما تراتوژنیسیته می بینیم، نقص خلقت مادرزادی در کودکانشون در واقع می بینیم، ولی مثلا با یه چیزی حدود 3%. ولی در اون گروهی که مثلا داروی ضد سر مصرف کردن، این اینسیدنس بالاتر مثلا 3% 6% میشه، دو برابر ممکنه بشه. خب ولی اینجوری نیستش که اگر داروی ضد سر مصرف نکردن همه مثلا بچه ها سالم باشن. اون پایه هر رو گفتیم که نچرال. حالا هر چقدر که داروی شما، یعنی اون اتفاق بالینیه که میخوان احتمالا ربطش بدیم به دارو،
هر چقدر که کمتر با فرمانی کمتری اتفاق بیفته، شما راحتتر براتون که اینو مرتبط بکنین به دارو. چرا؟ مثلا شما فکر کنید که یه موقع هست شما میخواین که یک اتفاق نادر مثل استیونز جانسون رو فرض بفرمایید، حالا استیونز جانسون رو نگم چون یه جور دیگه هم میشه ربطش داد. مثلا فرض بفرمایید که یه اتفاق مثل همون فلج عصب سیاتیک رو، خب مثل فوت دراپ رو رفت بدین به داروتون، که میبینین توی جمعیت عادی که مثلا مگه چقدر از کسایی که دیسک کمر دارن یا اختلالات این شکلی دارن مبتلا میشن به افتادگی مچ پا. بنابراین این بیشتر به چشم شما نمود میکنه یه جوری، تا اینکه شما بخواید مثلا سردرد رو به دارو عارضتون ربط بدین، به داروتون ربط بدین. سردرد رو که با فراوانی بالایی مثلا اتفاق میفته، خیلی براتون سخت میشه که بگین که این سردرده ربط داره به داروی من یا خود به خود به دلایل دیگه ای در این فرد اتفاق افتاده، چون با فراوانی بالایی اتفاق میفته. نمیدونم قانع کننده هست صحبت ها براتون یا نه. بنابراین هر چقدر که نچرال فرکانسی ما در رابطه با اتفاق بالینی کمتر باشه، برای من شرایط رو مساعدتر میکنه برای اینکه من بتونم سیگنالم رو دیتکت بکنم، چون وقتی بیشتر اتفاق میفته یه جوری به چشم من میاد، یه جوری نمود پیدا میکنه، یه جوری مقایسه آماریشم حتی راحت تر میشه. در واقع اون نسبت دادن به داروی من راحت تر میشه، همین که من سریعتر به چشم میاد، چون مثلا یه دفعه 3% میشه 6%، خب خیلیه. خب یا مثلا حالا با فرکانسی، ولی یه وقتی هستش که با فرکانسی بالا به طور طبیعی داره اتفاق میفته، واقعا سخت میتونیم دیتکت بکنیم که این خب همه سردرد میدن، ولی من از کجا بدونم با داروی منه؟ خب پس سختتر میشه شناساییش کرد. اینو قبول دارین؟ درسته. دوستانی هم که میگفتن بالاتر برشون جا افتاد که چرا میگیم کمتر؟ آها بسیار خوب. اون بالاتری که شما فرمودین، میدونین برمیگرده به اسلاید بعدی، بذارین همجا بگیم که تفاوتش معلوم بشه. اون بالاتر برای فرکانسی عارضمه. خب یعنی اینکه حالا اگر که عارضه من عارضه‌ای باشه که با فرکانسی بالا اتفاق بیفته، طبیعتا من سریعتر شناساییش میکنم، سریعتر سیگنال به من میده هر چقدر فرکانسیش باشه، تا اینکه مثلا یه عارضه بسیار نادر باشه با داروی من، طبیعتا خیلی آدم ها باید مصرفش بکنن تا من یه دونش رو دیتکت بکنم. پس در رابطه با ماهیت عارضه، من های فرکانسی برام یه مقدار بیشتر زمینه رو مساعد میکنه، ولی در رابطه با کلینیکال ایونت very low natural frequency. تفاوتش براتون جا افتاد دوستان؟ چرا اونو میگیم بیشتر، چرا اینو میگیم کمتر؟ خیلی عالی، بسیار عالی. خب دیگه ببینیم که کلینیکال ایونتمون چه خصوصیاتی اگه داشته باشه شاید مطلوب هست برای شناسایی سیگنال. یکی اینکه ساین و سیمپتوم های آنیوژوال داشته باشه، هر چقدر عارضه شما عجیب غریب تر باشه، یعنی در واقع اون ایونت که داره شما مواجه هستید عجیب غریب تر باشه، ساین و سیمتوم های معمولی نباشه که شما باش زیاد مواجه میشین، بیشتر به هر حال توجه رو جلب میکنه و میتونه شرایط مساعد تری باشه برای شناسایی سیگنال. هر چقدر که در گروه های اتفاق بیفته که گروه های از بیماران که به همدیگه شبیه تر هستن، بازم شرایط برامون مناسب تر میشه برای شناسایی سیگنال. مثلا ما میایم یه دفعه میبینیم که در آدمایی که فرزن رینال فیلیر دارن این اتفاق داره میفته، در ماهیت اون کلینیکال ایونت ما هست، یعنی جمعیت رو داره برامون نرو میکنه یه جوری دیگه.
پخش و پلا دیگه نیستش، ما راحت تر میتونیم سیگنالمون رو دیتکت بکنیم. در گروه هایی که مثلا کودکانی که تب ویروسی دارن یه سندرومی رو ببینیم، در مثلا گروه هایی که از نظر سنی به هم شباهت دارن، در سالمندان مثلا یک ایونتی داره اتفاق میفته بیشتر. پس وقتی هر چقدر نرو میکنه جمعیت رو برامون مطلوب تر میکنه شرایط رو. دیگه چی هستش؟ Known to be frequently drug induced، یعنی اینکه شما کلینیکال ایونتتون اصلا داد میزنه که من میتونم یه عارضه باشم. معمولا اون ایونت ها یه عارضه دارویی رو برای ما تداعی میکنه. مثل استیونز جانسون سیندروم، وقتی اسمش میاد یاد دارو میافتیم، در حالی که میتونه با مثلا غذا و مواد دیگه هم این اتفاق بیفته، اونا هم میتونن استرس جانسون بدن، ولی معروفن به دارو، یعنی اون دارو رو برای ما تداعی میکنن. مثلا آنافیلاکسی با مگه با غذا یا مثلا با نمیدونم حساسیت های دیگه به مواد و بو فلان اینا مگه اتفاق نمیفته؟ میفته، ولی معروف به دارو، اسمش که میاد ما ذهنمون میره به سمت دارو. پس هر چقدر اون ایونت ما ایونتی باشه که اسم یه دارو رو یا یعنی نام دارو کلی دارو مدسین رو بر ما مطرح بکنه، ادایی بکنه، شاید برمون مسائل تر که سیگنال رو تک بکنه. این شد، این شد پس از حیث ویژگی های رویداد بالینی. حالا بریم سراغ چی؟ دراگ اکسپوژر. یعنی که از لحاظ مواجهه با دارو، طبیعتاً هر چقدر که داروی من برای ایندیکیشنی باشه که به تب با فرکانسی بیشتری در جامعه بخواد مصرف بشه، شرایط مناسبتر میشه برای شناسایی سیگنال دیگه. تا اینکه فرض بفرمایید جمعیتی که میخوان اون داروی من رو مصرف بکنن جمعیت کمی باشن، بیماری مثلا خیلی نادری باشه که توی جامعه اتفاق میفته، حالا داروی من برای اونه، مثلا فرکانسی مصرف داروی من میاد پایین و ما میدونیم که هر چقدر که مخرج کسبمون یعنی اونجا در واقع اکسپوژر افراد بیشتر باشه، ما خیلی از اتفاقات رو سریع‌تر شناسایی بکنیم. پس از حیث دراگ اکسپوژر های فرکانسی رو داریم. و از حیث ویژگی های خود عارضه، خود ادورس ریاکشنمون چه ویژگی های اگر داشته باشه ما بهتر شناسایی میکنیمش. بگیم که عرض کردم خدمتتون با فرکانسی بالا اتفاق بیفته. دیگه اینکه تایم ریلیشنشیپمون برقرار باشه، ما رو در واقع هدایت میکنه، شرایط رو مطلوب میکنه برای ما، چون برای شناسایی سیگنال، چون که میبینیم همون موقع که دارمون مصرف شد یه اتفاقی افتاد، تایمه از نظر زمانی مطلوبه، تا اینکه ببینیم مثلا با فاصله زیادی اتفاق افتاده، نمیدونیم الان مثلا همین واکسن ها واقعا نمیدونیم مثلا اتفاقاتی که یه سال دیگه برامون بیفته چقدر میتونیم ربطش بدیم به این واکسن. خب سخت میشه دیگه، بعد بیایم با یه گروهی که واکسن نزدن مقایسه کنیم و کار آماری انجام بدیم و از این جور چیزا، یا اینکه با قبل و بعد مثلا مقایسه بکنیم، به هر حال متدولوژی میخواد. ولی همین واکسن ها اگر یک سری عوارضش که میاد همین الان روی مثلا من رو بازون میزنن تندرنس میده، قرمزی میده، تورم میده، یا فرداش تب میکنم، نمیدونم به هر حال یه فاصله زمانی منطقی داره، برای من این نوع عوارض مطلوب تر میکنه شرایطو با شناسایی.